فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی از واشنگتن ما رو همراهی می‌کنند. آقای ندیمی خیلی خوش آمدید. این شناورهای بدون سرنشین آمریکایی که سپاه قصد داشت یکی از اونها رو توقیف بکنه، چی هستند و چه کاربردهایی دارن؟ بله، این شناورهای بدون سرنشین سی درون اکسپلورر اسمشون هست و جزی از گروه رزمی 59 یا تاسک فورس 59 هستن. البته رزمی نمیشد گفت اسمش، بیشتر وظیفه اینا کسب اطلاعات هستش، کسب اطلاعات از سطح دریا و زیر دریا. این گروهی که در شهریور سال گذشته تأسیس شده در چارچوب ناوگان پنجم آمریکا، از تمام امکانات بدون سیستم های بدون سرنشین، چه روی سطح آب و چه زیر سطح آب و با استفاده از انواع فناوری های پیشرفته هوش مصنوعی و آموزش خود آموزش سیستم های الکترونیکی، این فرصت رو پیدا می کنن که بدون اینکه از نیروی انسانی استفاده بکنن، در شرایط بسیار سخت محیط خلیج فارس که می دونیم که رطوبت بسیار بالا و دمای بسیار بالایی دو خصوص در فصل تابستون داره و همینطور در شرایط دریایی بسیار سخت که امکان مراقبت 24 ساعته 7 روز هفته از دریا و اتفاقاتی که در دریا میفته وجود خیلی سخت است یا به سختی امکانش وجود داره رو خیلی آسان تر میکنه. در این مورد خاص هم این سی درون اکسپلورر، این وسیله بدون سرنشینی که با بادبان هدایت میشن، میتونن 365 روز، یعنی یک سال کامل بدون هیچ گونه نیاز به سوختگیری یا تعمیر و نگهداری در دریا باشن. در سطح دریا اینا با هم در ارتباط هستن به هر تعدادی که مورد نیاز هست در یک منطقه دریایی، و همینطور هم یک نفر به صورت از راه دور با استفاده از ارتباط ماهواره‌ای دائم اینا رو در نظر زیر نظر داره، کنترل میکنه. دوربین های 360 درجه دارن با وضوح بسیار بالا، بسیار سنسورهای پیشرفته‌ای دارن از نظر اکوستیک، از نظر دریافت داده های دریا نوردی مثل سرعت باد، جهت دریا، و میتونن ناوبری خودشون رو بر اساس ناوبری نقطه به نقطه با استفاده از هوش مصنوعی و با گرفتن داده های مربوط به جهت باد و جریان دریا خود به خود انجام بدن و ماموریت خودشون رو انجام بدن. در محیط خلیج فارس این قایق های بدون سرنشین اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات، فرصت میدن که ایالات متحده به بازدارندگی خودش در منطقه تقویت بکنه با استفاده از این سیستم ها، و این فرصت رو از ایران بگیره که در مخفیانه بتونه در شرایطی که امکانات نیروهای ناوگان دریایی آمریکا در منطقه نیستن، از اقداماتی مثل مثلا مینریزی در دریا نتونه با خیال راحت و بدون اینکه دیده بشه انجام بده. اینا همیشه میتونن در یک محیط خیلی بزرگ به صورت 24 ساعته اطلاعات رو جمع‌آوری بکنن و در صورت لزوم اطلاعات رو خبر بدن به مرکز فرماندهیشون. آقای ندیمی، سنتکام هم به نوعی به جمهوری اسلامی هشدار داد، گفت فارغ از به دست اومدن توافق هسته‌ای، آمریکا به مقابله با اقدامات به گفته او البته خصمانه ایران ادامه میده. ارزیابی شما چیه؟ آیا آمریکا پیش بینی کرده که تحرکات سپاه حتی بعد از توافق هم ممکنه بیشتر بشه؟ بله، سنتکام پیش بینی کرده که بعد از توافق هسته، اگر همچین توافقی انجام بگیره، نه تنها تغییری در روند رفتاری جمهوری اسلامی در منطقه و در منطقه خلیج فارس اتفاق نخواهد افتاد، بلکه این اعتماد وجود داره که بر شدت اقدامات جمهوری اسلامی اضافه بشه. و نیروی دریایی سپاه خب طبیعتا در لبه حمله جمهوری اسلامی هستش و احتمالاً این برابر رو دارن که این اقدامات ممکنه تشدید بشه و سطح تنش و سطح استحکاک بین ائتلاف غرب در منطقه، کشورهای منطقه‌ای و همینطور جمهوری اسلامی بالاتر بره، و این نوع برخوردها و این جور اقدامات رو هم نشونه ای از همین بالا بودن سطح تنش می‌بینیم.